بعد از انقلاب ایران موفق ترین کسی که از میان مسئولان و مدیران دوره پادشاهی در صحنه جهانی حضور داشته است هوشنگ انصاری است. هوشنگ انصاری کارشناس نفت و یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ و بعد فعال در زمینه‌های مختلف و بعد از انقلاب استعدادهای جدیدی با نوشتن مقالاتی درباره سیاست در مورد اقتصاد نفتی در دنیا معروف است و در آخرین برداشت‌ها او البته طرفدار حزب جمهوری‌خواه بوده همیشه معلوم شد که یکی از کسایی است که دونالد ترامپ رو هم حمایت کرده. هوشنگ انصاری یک کشفی بود که در حقیقت پادشاه ایران کشف کرد او رو. کارمند محلی سفارت ایران در ژاپن بود. آقای آرام وزیر خارجه بعدی سفیر بود و آقای آرام به پادشاه گفته بود که این کارمند محلی بسیار با استعداد تو هر زمینه ای با استعداد به طوری که ژاپنی بلده و به طوری که کتاب شعر ژاپنی منتشر کرده و بعد از اون تونست در همون چند روز که پادشاه در توکیو بود خودش نشون میده. حاصلش این که مدت کوتاهی بعد خواسته شد به تهران و به او شغل دادن به عنوان سفیر ایران در پاکستان و گفته شد و نوشته شد در محافل اقتصادی که سهامی که پادشاه در خارج از کشور داشته و همطور سهام بنیاد پهلوی سپرده شد به او به خاطر اینکه بسیار خوب میتونست در عالم بورس و سرمایه بسیار مسلط بود. به این ترتیب چهره‌ای کشف شد توی صحنه سیاسی ایران که کوتاه مدتی بعد به وزارت کوچکی وزارت اطلاعات جهانگردی منصوب شد، مدت کوتاهی اونجا بود و پیدا بود یک مقدمه است برای این کار و بعد رفت شد وزیر اقتصاد دارایی و سمتی که قبل از اون امیر عباس هویدا داشت و بعد از اون آقای آموزگار نخست وزیر بعدی، یعنی جایی بود که به حال نخست وزیر بعدی می رفتن و وقتی که حزب رستاخیز درست شد یکی از دو تا شاخه حزب رستاخیز به دستور پادشاه آقای انصاری شد مسئولش. کسی بودش که در همون زمان هم پیدا بود که بسیار ثروتمنده و تونسته بود که با بورس و سهام پادشاه بازی‌های خیلی بزرگی بکنه. اما وقتی که در سال آخر مدیر عامل شرکت نفت بود و بعد از مرگ دکتر اقبال به این سمت مهم گماشته شده بود، او که نزدیکی خیلی زیادی با چهره‌های اصلی جهان مثل کیسینجر و نخست وزیرها و محافل نفتی داشت از قدیم از موقعی که سفیر بود، تونست در این مدت صنعت نفت ایران رو هم یک تحولات خیلی بزرگی براش وجود بیاره و اینها همه بود. و در همین زمان همزمان با دولت زاهدی دستور رسید که او هم به تهران بیاد برای اینکه دادستانی گویا نامه‌ای صادر کرده بود. این در زمانی بود که در جنوب مشغول بازدید از حوزه نفتی بود، ولی آقای انصاری فریب رو نخورد و از همون طرف رفت که رفت و به احتمال زیاد اگر اومده بود او هم تومه